شالوم پدر بر فرزندان اول آوریل اگرچه مرا بکشد برای او انتظار خواهم کشید اعیوب باب سیزده آیه 15. چون میدانم به که ایمان آوردم دوم تیمتاوس یک دوازده هر بار گران را او بر می دارد در غم و اندیشه تو را دوست دارد در صحرای سوزان راه را میداند دلیر باش ای خسته ایسا میداند گر امتحانت آید ایسا داند مشکل زندگی را او حل کند رو خدمتش کن هر جا می فرماید شک را از خود دور کن عیسی میداند آرامی بخشم تو را گوید عیسی گرچه دشوار گردد راحت در دنیا بسپار آیندهت به دست استاد گر شادی یا محزون عیسی میداند یک ناخدای کشتی گفت به هنگام طوفان سخت فقط یک کار باید انجام داد کشتی را بر موضع ثابت کنید و در آنجا نگه دارید ای ایماندار تو هم با ایمان استوار بر خداوندت همین کار را باید انجام دهی بگذار دریا طوفان رعد و برق و باران بیایند تو با ایمانی قوی به عهد خداوندت بچسب به امانت و محبت جاودانی وی فقط درو ایمن هستی آمین با دروت و در نام خداوندمان عیسی مسیح دوم آوریل و اینک ابر آن را پوشانید و جلال خداوند ظاهر شده اعداد باب 16 آیه 42 سعی کن نقطه نورانی میان ابر را بیابی و به اطراف خاکستری آن توجه نکن و وقتی آن نقطه نوناری را یافتی همیشه به آن نگاه کن به یعص مجال نده بر اینکه تو را خل اصلاح خواهد کرد و تو نمی توانی مبارزه کنی و پیروز شوی حتی در دعاهایت از این دشمن مرگاور که یعص اس مانند مار ازش فرار کن در غیر این صورت شکست تو اجتناب ناپذیر است و های خدا را در کلام او جستجو کن و برای هر یک بگو این وعده از من است اما چنانچه هر گونه تردیدی در تو ایجاد شد دلت را در حضور خدا خالی کن و درخواست کن که او دشمن را توبیخ نماید هرگاه با تمام قلب در برابر شک و یعس بیستی بلا فاصله روح القدس ایمانت را قوی خواهد ساخت و به تو قدرت خواهد بخشید شاید در ابتدا این را احساس نکنی اما اگر با سماجت به مخالفت خود با هر گونه یعص و تردید ادامه بدهی به زودی خواهی دید که نیروهای شرارت از تا دور خواهند شد چقدر عالی بود اگر فقط می توانستیم ببینیم عظمت آن قوتی را که در خدمت همه آنانی است که از دشمن شریر دور می شوند و با تمام قلب به سوی خدا می آیند در این صورت چقدر کمتر می ترسیدیم از اینکه شیطان ما را در چنین موقعیتهایی قرار دهد قدرت عظیم الهی حتی در کنار ضعیفترین ایمانداران نیز هست که مانند یک کودک ناتوان برای حمایت و راهنمایی خود را به خدا می سپارد. آمین شالوم پدر بر فرزندان سوم آوریل خدای ما که او را می پرستیم قادر است که ما را از تون آتش ملتهب برهاند دانیال باب سه آیه 17 به کلمات تون آتش دقت کنید در آتش تجربیاتی است که می خداوند را تمجید نماییم درست همونجاست که ما باید با ایمان کامل خداوند را بپرستیم و بدانیم که نیکویی و محبت اوست که اجازه داده تا در آتش ها قرار بگیریم علاوه بر آن مطمئن باشیم که خداوند از میان آن آتش ها چیزهای نیکویی برای ما تدارک دیده است که در غیر این صورت امکان رسیدن به آنها وجود نداشت فقط اینکه ما برای عبور امن از میان این آتش ها نیاز به ایمانی عظیم و قوی داریم ایمان ضعیف هیچ وقت به ما کمکی نخواهد کرد ما با ایمان مقتدر می توانیم از تنور آتش ملتهب تجربیاتمان بیرون بیاییم انسان قدرت اعتقادی خیش را با گذر از چنین تجربیاتی نشان خواهد داد جوانانی که در تنور آتش شعلهور انداخته شدند فقط با از دست دادن دستمندهایشان از آن میان بیرون آمدند هیچ جای آنها سوخته نشده بود نه پوست نه بدن و نه لباسهای آنها ایمانداران این چنین باید از آتش برافروخته تجربیات خود بیرون بیایند این است پیروزی حقیقی آمین با و در نام خداوندمان عیسی مسیح چهارم آوریل و الیشه دعا کرده گفت ای خداوند چشمان او را بکشا دوم پادشاهان 6.17 ما نیز باید این دعا را بکنیم هم برای خودمان و هم برای دیگران خداوندا چشمان ما را بکشا زیرا تمام دنیا و اطراف ما همیشه پر از اسبان و عرابه های خدا هستند تا ما را به سوی پیروزی های باشکوه ببرند به هنگام تجربیات وقتی چشمان ما باز باشند عربه ای را خواهیم دید که همیشه آماده است تا ما را بردارد و ببرد هر چیزی که بر ما اتفاق میافتد زمانی میتواند برای ما عربه باشد که آن را همان گونه از سوی خدا به شما را آوریم در غیر این صورت آنها عاملی خواهند بود که ما را به سقوط خواهند کشید به سوی یاس و بیچارگی چگونگی وقایع یعنی زیبا و زشت دیدن آنها را ما تعیین می کنیم وقتی در زیر فشار آنها قرار بگیریم و اجازه بدهیم که مثل عربه های سنگین ما را لگت کوب کنند در این حالت ما را خورد خواهند کرد اما هنگامی که موفق می شویم بر روی آنها قرار بگیریم مانند عرابه های الهی خواهند شد که ما را از پیروزی تا پیروزی به پیش خواهند برد آمین شالوم پدر بر فرزندان پنجم آوریل داخل شده در را بر خودت و پسرانت ببند دوم پادشاهان باب چهار آیه چهار این بیوه در حالتی بود که می بایست کاملا به همراه فرزندانش تنها باشد زیرا واقعی مطلقا خلاف قوانین طبیعت باید اتفاق می افتاد کار آنها نه از عهده حکومتی دنیوی نه هیکل نه کاهنان نه یک نبی خدا و نه هر مخلوق دیگر بر نمی آمد. همه اینها باید مداخله نکرده و به کناری می رفتند. این کار فقط و فقط بر عهده سرچشمه معجزات خدای قادر مطلق بود مکانها و مواقعی هست که خدا حسارهای غیرقابل درکی را در اطراف ما می کشد تا ارتباط ما را از تمام گاه ها و راهکارهای معمولی قطع کند تا معجزات الهی را بر ما جاری سازد کاری کاملا جدید طوری که ما نمیفهمیم او چه کار می کند اما او می که همه این کارها برای این است که به زندگی ما شکل دهد تا ما به صورت و شبیه او بشویم در تلخ ترین تجربیات است که خداوند اوج مهربانی خود را آشکار می سازد آمین با درود و در نام خداوندمان عیسی مسیح ششم آوریل بر دیده بانگاه خود می ایستم و بر برج برپا می شوم و مراقب خواهم شد تا ببینم که او به من چه خواهد گفت و درباره شکایتم چه جواب خواهد داد کتاب حبقوق باب دو آیه یک اگر ما واقعا توقع نداریم که خدا به ما کمک کند نمیتوانیم انتظار کمکی او را داشته باشیم و خدا هم نمیتواند به ما کمک کند اگر ما قدرت و حمایت او را دریافت نمی کنیم دلیلش این است که انتظار دریافت آن را نداریم بسیاری از برکات و بخشش هایی که خدا برای ما میفرستد از کنار ما میگذرند و میروند بدون اینکه از آنها بهره ببریم زیرا ما در انتظار آنها نیستاده تا با قلبی باز آنها را بپذیریم کسی که انتظار نداشته باشد چیز زیادی آیدش نخواهد شد در حوادث و رویدادهای زندگی برای خدا انتظار بکش مثلی قدیمی میگوید کسی که انتظار تدبیر الهی را ندارد هرگز تدبیری را نیز که میتواند انتظارش را داشته باشد نخواهد یافت وقتی باران میبارد باید سطل خود را بیرون بگذاری تا بتوانی آب جمع کنی ما مدیون هستیم که عملا و صادقانه انجام وعده های خدا را بطلبیم ولی افسوس بسیاری از ایمانداران در هنگام دعا گویی با خدا بازی می کنند این گونه افراد نباید توقع پاسخی را داشته باشند پدر آسمانی ما خدا می خواهد که ما در هنگام دعای با او جدی و مصمم باشیم آمین شالم پدر بر فرزندان هفتم آوریل قوت شما از راحت و اعتماد می بود اشعیا سی پونزده برای شناخت خدا داشتن آرامش درونی ضروری است به یاد دارم روزی را که برای اولین بار این را آموختم یک روز با واقعی سخت و غیر عادی روبرو شدم و گویا تمام وجودم در تنگنای بزرگ تحت فشار بود بسیار اهمیت داشت که یک تصمیم فردی و حکیمانه بگیرم اما مشکل این بود که من هیچ کاری نمیتوانستم بکنم و او هم که میتوانست خیلی بی تفاوت بود اینطور به نظر می رسید که این استراب عظیم مرا در خود فرو خواهد برد که ناگهان صدایی درونی از اعماق روحم بلند شد باز ایستید و بدانید که من خدا هستم مزمور چهل و شیش آی ده این کلام با قدرتی عظیم اعلام شد و من تأمل نمودم خودم را جمع جور کردم و کاملا آرام شدم روح مستربم حالت اولیه خود را باز یافته بود و من در سکوت به بالا نگاه می کردم و انتظار می کشیدم در این موقع بود که آشکارا فهمیدم که خدا بود خود خدا بود که در این موقعیت ناگهانی و خیلی سخت زمانی که هیچ مددکاری نداشتم حضور داشت این تجربه برایم آنچنان عالی بود که حاضر نبودم با تمام دنیا آن را عوض کنم آن زمان بود که یاد گرفتم قوت من از راحت و اعتماد است آرامشی است که ثمره بی تفاوتی نیست بلکه از اطمینان کامل سرچشمه می گیرد آمین با درود و در نام خداوندمان عیسی مسیح هشتم آوریل بنابراین از ضعفا و رسوایی ها و احتیاجات و زحمات و تنگی به خاطر مسیح شادمانم زیرا که چون ناتوانم آنگاه توانا هستم دوم قرنتیان باب دوازده آیه ده ترجمه تفسیری این آیه بر سخنان پولس تأکید مضاعفی میگذارد به طوری که خیلی بیشتر از آنچه درک میکنیم پرمعناتار به نظر میرسد ترجمه تفسیری این آیه اینگونه است من از داشتن آن خوشحالم از ها، سختیها، جفاها و مشکلات نیز شادم. چون میدانم که همه این چیزها باعث جلال مسیح می شود. زیرا وقتی ضعیفم آنگاه توانه هستم. هرچه کمتر داشته باشم بیشتر به خدا متکی خواهم بود. سر قدرت مطلق خدا در اینجا نمایان می شود. که ما از تمام کسانی که در اطرافمان هستند قطع امید می وقتی به این نقطه می رسیم از توقع دوستی و محبت دیگران دست می‌داریم. می داریم. هنگامی که در شرایط مشکل و سخت قرار میگیریم با برخوردی سرد روبرو می شویم. باید این گونه رفتارها را برکت به شما را آوریم. زیرا در این صورت وادار میشویم. مستقیما به خدا مراجعه کنیم که تمام نیازهای ما را برطرف می سازد. آمین شلام پدر بر فرزندان نهم آوریل چرا این همه بدی بر من واقع می شود؟ پیدایش باب 42 آیه 36 به جهت آنانی که خدا را دوست می دارند، همه چیزها برای خیریت ایشان با هم در کار می باشند. رومیان باب هشت آیه 28 همه علاقه دارند که قدرت بیابند. اما قدرت چگونه ایجاد می شود؟ روز قبل ما از کنار دستگاه های تولید نیروی الکتریکی اتوبوس های برقی می و صدای گوش خراش چرخ های آنها را شنیدیم. از یکی از کارکنان پرسیدیم که این چگونه نیرو تولید می کنند او گفت وقتی این چرخها با مالش به یکدیگر به طور مستمر می چرخند از استکاک آنها نیروی الکتریکی تولید می شود به این ترتیب خدا هم وقتی می خواهد در زندگی تو قوت ذخیره کند تو را زیر فشار و تماس متضاد با یکدیگر قرار می دهد. بسیاری این را درک نمی کنند و به جای آنکه از آن به عنوان فرصتی برای ذخیره نیرو استفاده کنند مایلند از آن پرهیز نمایند خدا زندگی ما را نیز این گونه به پیش می برد. ما نه فقط به نور نیروی پیش برنده بلکه به نیروی بازدارنده نیز احتیاج داریم برای همین او برای ما امتحانها و سختی ها را در نظر می گیرد که به نظر می آید علیه ما به کار می رود ولی در نتیجه همه چیز برای خیریت ما با هم در کار می باشند آمین با درود و در نام خداوندمان عیسی مسیح دهم ده آوریل مرا بفهمان که از چه سبب با من منازعت می کنی کتاب ایوب باب ده آیه دو ای که در رنج و مشقت هستی شاید خدا با تو اینطور رفتار می کند تا استعدادها و توانایی هایت شکوفا شوند و به میان بیایند شاید از نعمت برخوردار هستی که بدون این آزمایش ها هرگز آشکار نمی شودند. آیا دقت نکردی؟ که ایمانت در روزهای اندوه قوی تر از هنگام موفقیت بوده است؟ بسیاری اوقات محبت مانند جرقه است که فقط در تاریکی میدرخشد. امید نیز به ستاره می ماند که در روزهای خوب و آفتابی نمی درخشد بلکه در تاریکی های نمایان می شود. مهنت ها و رنج ها شبیه بستی هایی هستند که خدا الماس های فرزندان خود را در آنها نگه می دارد تا در موقع لزوم با درخشش بیشتری در تاریکی نورافشانی کنند شاید کمی پیش از این بود که بر روی زانوهایت گفتی ای خداوند می ترسم که ایمان نداشته باشم اگر دارم لطف کن و ایمانم را به من نشان بده آیا فکر نمی کنه که این درخواستی ناخواسته و ناآگاهانه برای آمدن مشکلات و تجربیات برای خودت بود؟ برای اینکه تا آزمایش نشوی میزان ایمانت معلوم نخواهد شد. ایمان در امتحانها خود را نشان می دهد و قوی می شود. مطمئن باش که خدا خودش ما را به میان آزمایش ها می فرستد تا لیاقت های ما به ظهور برسد و ما را مطمئن سازد که آنها واقعا در ما و مال ما هستند نه فقط این بلکه رشد واقعی ما در فیض الهی ثمره تقدیس شدن ما در تجربیات است آمین شالوم پدر بر فرزندان یازدهم آوریل آنچه در تاریکی به شما میگویم در روشنایی بگویید متا باب ده آیه بیست و هفت خداوند برای اینکه با ما صحبت کند پی در پی ما را به جاهای تاریک می برد. به خانه تاریک و ماتم زده با پرده های بسته نزد افراد رنجور و ترد شده که شوق و نور زندگی از آنها رخ بر بسته است جاهای تاریکی که غم و یس بر آنجا حاکم هستند و در که او اسرار عظیم عجیب و جاودانی خود را برای ما بازگو می کند. آنچه در گوش شنوید بر بام ها معزه کنید. متا ده بیست و هفت او نمی خواهد ما همیشه در تاریکی بمانیم بلکه می خواهد در شتاب این دنیا جای خود را به دست آوریم و آن وقت در آنجا فرصت خواهیم داشت تا آنچه در تاریکی آموخته ایم اعلام کنیم در این صورت رنجها و زحماتی که غمانگیز و بیمعنا به نظر می رسیدند مفهوم تازه خواهند یافت. آیا اوقاتی که موسا چهل روز بر بالای کوه، ایلیا بر کوه هوریب و پولس در عرب گذراندند بی سمر بود؟ نه، هرگز، برای ایمان راه کوتاه و میانبوری وجود ندارد. وقتی تاریکی چشمان ما را از دنیای بالا بسته است تا آنچه ابدی و ماندنی است نبینیم لازم است بر بالای کوه در میان جلگه در پناه سایه ها و در شبهای پرستاره وقتهایی در تنهایی با خداوند داشته باشیم فقط به این وسیله است که حضور خدا نصیب دائمیمه ما خواهد بود و ما می توانیم با سراینده مزمور هم صدا شده بگوییم چون که به دست راست من است جنبش نخواهم خورد آمین با درود و در نام خداوندمان عیسی مسیح دوازدهم آوریل اما عیسی پر از روح القدس بوده از اردو مراجعت کرد و روح او را به بیابان برد انجیل لوقا باب چهار آیه یک عیسی از روح القدس پر بود اما از سوی شیطان وسوسه یا آزمایش شد گاهی وسوسه ها با تمام قدرت به ایماندار حمله می کنند آن هم زمانی که او بسیار نزدیک به خداوند است مقصود شیطان عجیب است او حتی به رسول خداوند هم توانست الغا کند که بگوید مسیح را هرگز نمی‌شناسد ایده بسیار کمی مانند مارتین لوتر از سوی شیطان تجربه شدند چرا بر اینکه او میدانست که لوتر دنیا را تکان خواهد داد در مورد جان بنیانم هم همینطور است کسی که پر از روح القدس است از سوی شیطان در تجربیات بزرگی خواهد افتاد کاری که طوفان با درخت بلوط می کند تنگی ها و سختی ها به ما حمله می کنند برای همین است که خداوند آنها را می فرستد تا های ما را قوی و مستحکم سازند این زحمات مانند آتشی هستند که باعث ثابت ماندن رنگ های ظروف چینی میشوند هرگز نخواهی دانست که تا چه حد در خداوند ثابت هستی و یا او به چه میزان در تو ساکن است همچنین قدرت حمله شیطان علیه تو چه اندازه است تا تو را از او جدا سازد این را زمانی خواهی فهمید که دشمن با تمام قدرتش بر تو هجوم آورده و درست در همین زمان است که قدرت دست حمایت کننده مسیح را خواهی دید و میزان استوار بودن خود را در او احساس خواهی کرد آمین شلام پدر بر فرزندان 13 آوریل و دست خداوند در آنجا بر من نهاده شد و او مرا گفت برخیز و به همواری بیرون شو که در آنجا با تو سخن خواهم گفت حزقیال باب سه آیه 22 آیا شما هرگز درباره کسی شنیده اید که مسیح به طور گسترده او را به کار گرفته باشد در حالی که قبلا اوقات بسیاری را با خداوند به سر نبرده منتظر او نبوده و یا تمام نقشه های زندگیش زیر و رو نشده باشد همانند آنچه در مورد پولس رسول نیز اتفاق افتاد امکان ندارد پس از این آوردن پولس وقتی که میتوانست خبر خوش را به دیگران هم اعلام کند از این کار من گردید و به بیابان عربستان فرستاده شد تا در آنجا سه سال منتظر بماند شاید وی امید داشت به سوریه فرستاده شود و در آنجا درباره ضرورت ایمان به خداوند ایسا بشارت دهد اما خداوند میگوید من میخواهم اینجا بمانی و در همین جا به من نشان دهی که چگونه به من اعتماد میکنی بدون اینکه میلی هم برای رفتن به سوریه داشته باشی در مورد من آسان تر بود اما همان طرز فکر مرا رنج میداد وقتی فکر می کردم که در ادبیات به رویم کاملا گشوده است پزشک من به میان آمد و گفت اصلا امکان ندارد تو باید انتخاب کنی یا به زندگیت ادامه دهی یا نوشتن هر دوی اینها را با هم نمی توانی انجام بدهی سال 1860 بود پس از نه سال انتظار با دعوت نوشتن سرودهای روحانی از پوسته خیش بیرون آمدم و دیدم که چگونه خداوندم در این مدت زمان انتظار با حکمت مرا آماده کرده است با محبت تغییر ناپذیری که خداوند دارد میدانیم او حتی زمانی که محبت او را حس نمی کنیم ما را محبت می نماید او نه فقط برای ما مکانهای خدمت آماده می کند بلکه مکان آرامی پس ای آنکه خسته ای وقتی او تو را به استراحت میخواند با به بپذیر آمین با درود و در نام خداوندمان عیسی مسیح چهاردهم آوریل زیرا خود خداوند با صدا و با آواز رئیس فرشتگان و با سور خدا از آسمان نازل خواهد شد و مردگان در مسیح اول خواهند برخواست آنگاه ما که زنده و باقی باشیم با ایشان در ابرها روبوده خواهیم شد تا خداوند را در هوا استقبال کنیم و همچنین همیشه با خداوند خواهیم بود اول تسالونیکیان باب چهار آیات 16 و 17 صبح خیلی زود زمانی که هنوز هوا تاریک بود عیسی از مردگان قیام کرد نه آفتاب بلکه ستاره صبح بود که بر قبر خالی و باز او می درخشید سایه ها هنوز دور نشده بودند و ساکنان اورشلیم در خواب بودند وقتی خواب بودند و رستاخیز او خواب آنها را مختل نکرد درست به همین صورت در صبح زود زمانی که هوا هنوز تاریک است و فقط ستاره صبح می درخشد کلیسا یعنی بدن مسیح باید رستاخیز کند هنگامی که فرزندان تاریکی و ظلمت در خواب مرگ خود به سر میبرند مقدسین مسیح همانند او باید بیدار شود رستاخیز کلیسا را هیچ کس نمیتواند مختل کند دنیا هیچ صدایی که آنها را بیدار کند نخواهد شنید عیسی همان گونه که بدنهای ایماندارانش را به مهربانی یک مادر به آرامی و سکوت در قبر استراحت می‌بخشد وقتی زمان موعود برسد با همان ملایمت و آرامی آنان را بیدار خواهد ساخت برای آنها این سرود سرایده خواهد شد ای شما که در خاک ساکنید بیدار شده ترانم نمایید اشعیا 26:19 اولین تابش پرشکوه سپیده صبح بر آنها و اطراف آنها خواهد تابید آرامش بوی خوش تراوت و تازگی سکوت دلنشین پاکی و زیبایی سهرگاهان همه اینها تا ابدالآباد با آنان و متعلق به آنان خواهد بود آمین با درود و در نام خداوندمان عیسی مسیح پانزدهم آوریل بر کلام تو توکل دارم مزمور 119 آیه 42 ایمان ما همان قدر قدرتمند خواهد بود که ایمان داشته باشیم خدا درست مطابق گفته خیش عمل خواهد نمود ایمان ربطی به احساسات، تأثیرات، احتمالات و ظواهر امر ندارد اگر بخواهیم هر یک از اینها را به ایمان ربط بدهیم در آن موقع نمی توانیم بر کلام خدا اعتماد کنیم زیرا ایمان به هیچ یک از اینها نیاز ندارد ایمان فقط و فقط بر کلام خدا استوار است وقتی به خدا با کلامش نزدیک شویم قلب ما در آرامش قرار خواهد گرفت خدا به شدت علاقه دارد تا ایمان ما را پرورش دهد ابتدا برای برکت روح ما سپس به خاطر بنای کلیسا و همچنین برای بکار بردن ما در خارج از کلیسا اما به جای آنکه این هدف او را با شکرگزاری بپذیریم بعضی وقتا از آن فرار می کنیم وقتی تجربیات می آیند باید بگوییم پدر آسمانی من این پیاله را در دستم گذاشتی تا یقیناً برکتی از آن بیابم تجربیات غذای ایمان است پس بیایید خودمان را کاملا در دستهای پدر آسمانیمان قرار دهیم شادی قلب او این است که به فرزندانش نیکویی کند اما فقط تجربیات نیستند که ایمان ما را پرورش میدهند و عمق میبخشند ما همچنین باید با مطالعه کلامش او را بشناسیم و او را آنچنان که در کلامش خود را آشکار نموده است بشناسیم آمین با و در نام خداوندمان عیسی مسیح شانزدهم آوریل و زمین قربت تو یعنی تمام زمین کنعان را به تو و بعد از تو به ذریت تو به ملکیت ابدی دهم و خدای ایشان خواهم بود پیدایش باب 17 آیه 8 وقتی ابراهیم دعوت شد با ایمان توجه کرد به صدایی که او را دعوت مینمود تا به سوی جایی برود که می میراث یابد و رفت بدون آنکه بداند کجا می رود. ابراهیم نمی دانست کجا می رود. اما یک چیز خیلی مهمتری را بسیار خوب می دانست. او می دانست که به همراه خدا می رود. او وعده را از خدا دریافت کرده بود اما بیش از وعده او به وعده دهنده اعتماد داشت به مشکلات اطرافش نگاه نمی کرد بلکه به تنها خدای دانا نادیدنی جاودانی و لایزال که راه او را ترسیم نموده بود و بی تردید اون تری را که برای خیشتن در نظر داشت میبایست استوار میساخت و به کمال میرساند ای ایماندار پر افتخار و باشکوه کار تو این است امکانات تو اینها هستند که با اطمینان کامل با دستورات مهر شده با ایمان تزلزل ناپذیر به دانش دریادار بزرگ خدای قادر مطلق به دریا بروی بدون کمترین شک و واهمه با پشت نمودن به همه چیز برای پیروی از عیسی مسیح با آن اعتماد شادی بخش که بهترین های دنیا را نمیتوان با ساده ترین های ایمان مقایسه کرد شاید تو هرگز نبینی راحت لیکن می توانی نمایی اعتماد محبت دست پدر آسمانی را در دستت بگیری و در راه های بعید قدم بگذاری تا برسی یک روز به آن نجات عالی آمین شالوم پدر بر فرزندان هفته هم آوریل دست خداوند آنها را به جا آورده است ایوب باب دوازده آیه نو سالها قبل در یکی از معادن آفریقا گرانترین الماس دنیا کشف شد و آن را برای قرار دادن و روی تاج ملکه انگلستان فرستادند. الماس به آمستردام انتقال یافت تا توسط یک متخصص سیغل داده و شکل یابد. شما فکر میکنید این متخصص چیکار کرد؟ با وسیله که داشت و با وارد آوردن ضربات قوی الماس گرانبها را به دو قسمت کرد چه بی تدبیری و چه بی خردی گستاخانه ای اما نه این متخصص روزهای متوالی ضربات خود را بر طبق نمونه که به وی داده بودند بررسی و برنامه ریزی کرده بود او واقعاً یک متخصص با تجربه و مطمئن بود شاید فکر کنید ممکن بود ضربات او نتیجه فکر اشتباه خود او باشند هرگز این ضربات برای شکل دادن درخشنده نمودن و گرانبها ساختن الماس اجتناب ناپذیر و ضروری بود چشمان تیزبین متخصص در آن سنگ نتراشیده دو قطعه سنگ گران قیمت را دیده بودند که میباید با تلاش او نمایان شود. همچنین خداوند گاهی اجازه میدهند یک ضربه سنگین بر زندگیت وارد شود. غلبت به شدت میتود. به اعصابت فشار میآید. روحت از درد فریاد برمیآورد. به نظرت میرسد که ضربه کاملا اشتباه و بیمورد بوده است اما نه به خاطر داشته باش که تو الماس فوق گرانبها برای خداوند هستی و او تنها متخصص ماهری است که میتواند تو را به عالی ترین شکل در بیاورد و به فیض او تو باید درخشان شوی تا آنکه روزی بر روی تاج او قرار بگیری او اکنون مراقب توست و محبت بی انتهایش اجازه نخواهد داد هیچگونه گونه ضربه زیادی یا نابجا بر زندگیت وارد شود آمین با درود و در نام خداوندمان عیسی مسیح که آن را انجام خواهد داد مزمور سی و هفت آیه پنج زمانی بود که فکر می کردم پس از پایان دعا به خاطر یک موضوع میبایست من هم آنچه را میتوانم برای تضمین پاسخ دعایم انجام دهم اما خداوندم درس بهتری به من داد او یادآوری کرد که تلاشهای من همیشه مانع کار اوست وقتی برای موضوعی با ایمان دعا میکنم او میخواهد که با روح شکگذار منتظر وی باشم و فقط کاری را بکنم که او خودش به من دستور می دهد. هنگامی که همه چیز را به خداوند می سپاریم و بدون آنکه کاری انجام دهیم منتظرش می مانیم خود را خیلی ناامن احساس می کنیم. ما خوب می دانیم که بسیار دشوار خواهد بود کسی را که در حال غرق شدن است به توان نجات داد اگر او سعی کند نجات دهنده خود را یاری نماید همانقدر غیر ممکن است که ما به خداوندمان که برای ما مبارزه میکند کمک نماییم به این ترتیب که تلاش کنیم همه چیز را در دست خود بگیریم و نبرد خود را به پیش ببریم این نشان نمیدهد که او ناتوان است و یا نمیخواهد کاری بکند بلکه این ما هستیم که شرایط غیر ممکن را ایجاد میکنیم تا وقتی که قدرت انسانی در کار است قدرت آسمانی نمیتواند کاری بکند خدا برای پاسخ دادن به دعاهایمان به زمان نیاز دارد اما بسیاری اوقات ما به او فرصت نمیدهیم خدا برای رنگ و شکل دادن به گل احتیاج به وقت دارد برای رویانیدن درخت بلود برای تبدیل گندم صحرا به نان او خاک را برمیدارد خرد میکند تقویت می نماید با باران و شبنم تر می سازند، در گرمای مناسب نگه می دارد. و پس ساقه نباتات بیرون می گندم رشد می کند تا نان برای گرسنگان آماده شود خدا برای پاسخ دادن به دعاهایمان وقت صرف می کند این را فراموش نکنیم آمین با درود و در نام خداوندمان عیسی مسیح نوزدهم آوریل بیستید و نجات خداوند را ببینید خروج باب چهارده آیه سیزده این فرمان برای ایمانداران است که در پس مشکلاتی بزرگ در بحرانی غیر عادی به سر میبرند نه راه پیش دارند نه راه پس فرمان استاد این است بیستید یا اینکه آرام باشید یا از خواهد گفت همه چیز را رها کن و بمیر اما خداوند میخواهد که ما در امید مسرور باشیم و با ستایش از محبت او قوت بیابیم ترس میآید و میگوید به دنیا برگرد تو نمی توانی زندگی مسیحایی داشته باشی خیلی مشکل است آرمان های خود را رها کن اگر تو واقعا فرزند خدا هستی از این تلقین های شیطان فریب نخواهی خورد شتاب زدگی میگوید زود باش تکام بخور تنبلی نکن و ما دست به کار می شویم که یک کاری بکنیم به جای که همه چیز را به او بسپاریم که نه یک کار بلکه همه ای کارها را برای ما انجام خواهد داد خودخواهی با تکبر خواهد گفت اگر جلوی تو دریاست به پیش برو معجزه خواهد شد اما ایمان به هیچ،, هیچ کدام از آنها توجهی نمی کند فقط به خدا نگاه می کند که می گوید مثل یک مرد برای صخره آرام بیست و با صبر و شادمانی منتظر صدای هدایت کننده خدا برای دستورات جدید باش مطمئن باش که دیری نگذشته مانند موسا صدای آسمانی خدا را خواهی شنید که به تو میگوید به پیش برو همان گونه که به قوم اسرائیل گفت آمین شالوم پدر بر فرزندان بیستم آوریل نه به قدرت، نه به قوت، بلکه به روح من زکریا چهار شیش راهم بسیار شیبدار بود و من هنوز پایین تپه بودم در نزدیکی خودم پسر را دیدم که با دوچرخه به سختی تلاش می کرد از تپه بالا برود آفتاب از روبرو میتابید. و معلوم بود آن پسر برای بالا رفتن رنج بسیار می کشد و در حالی که به این صورت با رنج ادامه می داد خودروی بزرگ و عظیمی را دیدم که در کنار او از تپه بالا می رفت و چون حرکت خودرو خیلی آهسته بود پسر خیلی راحت به آن چسبید و مثل یک پرنده از تپه بالا رفت ناگهان نوری در ذهنم درخشید و دیدم که من هم مثل آن پسر برای بالا رفتن در زندگی روحانی با تلاش های شخصی نیرویم به پایان رسیده و در مبارزه در مقابل تمام تجربیاتم اکنون دیگر معیوز شدم اما من هم می توانم مثل این پسر عمل کنم خود را آنقدر نزدیک و در دسترس خداوند قرار دهم تا بتوانم با دراز کردن دستم دست او را بگیرم و با قدرت او به بالا صعود نمایم الگوی این پسر خیلی به موقع به من کمک کرد تا به حقیقت بزرگی پی ببرم که به قوت او باید قدم بردارم و به سوی بالا بروم آمین با درود و در نام خداوندمان عیسی مسیح 21 آوریل و یقین دانست که به وفای وعده خود نیز قادر است رومیان باب چهار آیه 21 کتاب مقدس میگوید که ابراهیم به بدن ناتوان خود نگاه نکرد و ناامید نشد زیرا او نگاهش را نبر بدن خود بلکه به خدایی که وعده را داده بود و نسبت به وعده خود نیز وفادار بود متمرکز نمود او هرگز نسبت به وعده خدا تردید ننمود بلکه برعکس با شجاعتی تزلزل ناپذیر راست و استوار بر روی وعده خدا ایستاد و در قوت ایمان خدا را که به او اعتماد کرده و وعده را داده بود تمجید نمود ابراهیم به خوبی میدانست که خدا در انجام وعدهش هم وفادار است و هم توانا خدا خداوند بی نهایت توانایی ها دارد این تنها ما هستیم که نسبت به او در محدودیت به سر میبریم افکار ما درخواست ما و دعاهای ما بسیار محدود هستند انتظارات و توقعات ما نیز خیلی کم هستند او میخواهد شناخت ما را نسبت به خود تقویت نماید تا شناختی واضح و شفاف از او داشته باشیم و انتظارات ما را و انتظار به واقعیت پیوستن آنها را در ما بالا ببرد او ما را بر این چیزها دعوت نموده است او تنها سرچشمه همه نیکویی های ماست تنها میزان برای خدا میزان قدرت الهی خود اوست که در ما عمل می کند و ما هرگز نباید تلاش کنیم این قدرت را محدود نماییم زیرا این قدرت بی نهایت است آمین بادرود و در نام خداوندمان ایسای مسیح 22 آوریل زیرا او طریقی را که میروم میداند ایوب 23 ده ای ایماندار این کلام چقدر اطمینان بخش و مبارک است راه تو ممکن است سنگلاخ سخت آشفته مبهم و یا غیر قابل درک باشد ممکن است راه رنج ها و عشق ها باشد ممکن است کوری هفت برابر آتشین تر باشد اما او همه اینها را میداند. راهی که برای مصریان تاریک بود برای قوم اسرائیل به وسیله ستون ابر درخشان شده بود شاید آتش تنور خیلی سوزان باشد اما خداوند آن را برای خالص کردن ما به کار می برد. نه برای آسیب رساندن به ما او شدت آتش را مهار خواهد نمود و درست به موقع وقتی که پاک و خالص آماده خارج شدن هستیم آن را خاموش خواهد کرد هنگامی که تصور می کنیم، او خیلی دور است درست در همین موقع است که او بسیار به ما نزدیک می باشد. دنیا در اوضاع آشفته خیش با بی تفاوتی بسیار درباره تدبیر الهی صحبت می کند. تدبیر الهی چیست؟ چرا باید خدای زنده را از مقام خیش پایین آورد و در جهانی که توسط خود او آفریده شده است از جلال ملکوتش توهی نمود؟ چگونه می توان عقایدی پوچ مرده و خیالی را جایگزین یهوه تنها خدای زنده و حقیقی نمود چقدر از غمهای ما کاسته خواهد شد وقتی خداوند را در میان آن تدبیر ببینیم چنانکه ایوب در بحرانی ترین لحظات خود هنگامی که تمام امیدهایش فرو ریخته بود او را دید برای همین او توانست بگوید خداوند داد و خداوند گرفت نام خداوند متبارک باد ایوب یک بیست و یک این مرد بزرگ خدا گفت اگرچه مرا بکشد برای او انتظار خواهم کشید ایوب سیزده پونزده او در همه چیز حضور خدا را میدید و با اعتماد کامل به او ایمانش به آلی ترین مراحل رسید آمین شالوم پدر بر فرزندان 23 آوریل اگرچه در میان تنگی راه می مرا زنده خواهی کرد مزمور 138 آیه 7 مفهوم ابری این آیه این گونه است اگر تا مرکز تنگی هم بروم چه توضیح خوبی اغلب در روزهای تنگی خداوند را می خانیم و انتظار داریم تا وعدهش را انجام دهد و ما را از تنگی برهاند وقتی مرتا به عیسی گفت ای آقا اگر در اینجا می بودی برادر من نمی مرد خداوند امید او را با گفتن وعده تازه تقویت کرد برادر تو خواهد برخواست هنگامی که ما به سوی مرکز تجربیات قدم برمیداریم و مانند مرتا فکر می کنیم که وقت گذشته است او با وعده از کلامش به ملاقات ما آید اگرچه در میان تنگی راه میروم مرا زنده خواهی کرد گرچه ممکن است پاسخ او خیلی به طول انجامد و ما تا عمق تنگی پیش برویم اما او دست قدرتمندش را به سوی ما و علیه دشمنان ما دراز خواهد نمود تا کار خود را در ما به انجام رساند در این موقع است که به حملات شیطان پایان خواهد داد و درهای رهایی را برای ما خواهد گشود آمین با درود و در نام خداوندمان ایسای مسیح 24 آوریل ایمان برهان چیزای نادید است ابرانیان باب 11 آیه یک کسی که اعتماد راستین دارد نامش را به اداره پست تحویل می دهد و خیالش راحت است. اما شخص مرتد با این تصور که ممکن است هیچگاه پاسخی دریافت نکند شروع به خودخوری می کند. بر روی میز کارم نامه های وجود دارند که به علت نامشخص بودن نشانی ها و دلایل دیگر هفته هاست ماندند. آنها تا موقعی که اینجا هستند نه به درد من میخورند نه برای دیگران سودی دارند ضروری است که همه آنها را به پستچی تحویل بدهم این حالت در مورد ایمان ما نیز صدق می کند ایمان همه مسائلش را به دستهای خدا می سپارد و او شروع به عمل می نماید آیه زیبایی در کتاب مقدس است که می گوید طریق خود را به خداوند بسپار و بر وی توکل کن که آن را انجام خواهد داد مزمور هفت آیه 5 اما تا زمانی که مطلب مشکل و یا مسئله خود را به طور کامل به اون اسپاریم خداوند هرگز کاری نخواهد کرد ایمان یعنی پذیرفتن به ویژه اینکه با شکرگزاری آن چیزهایی را که خدا به ما داده است از او دریافت کنیم ما ممکن است ایمان داشته باشیم به حضور او بیاییم و به او بسپاریم و آسوده خاطر شویم اما اگر برکات او را با ایمان از دست او نگیریم از آنها بهرهمندی کامل را نخواهیم برد روزی دکتر به مادری که درباره زندگی روحانی فرزندش به شدت نگران بود اینطور نوشت تو خودت را به خاطر فرزندت زیاد رنج میدهی پس از دعا و سپردن او به خداوند همان گونه که تا کنون انجام داده ای آیا لازم نیست که از نگرانی دست برداری و کامدن به خداوند اعتماد کنی و به این ترتیب خدا را احترام نمایی؟ برای هیچ چیز اندیشه مکنید فیلیپیان چهار و تمام اندیشه خود را به وی واگذارید اول پتروس پنج این دستورات محدودیت ندارند همه چیز را شامل می شوند آمین با درود و در نام خداوند من ایسای مسیح بیست و آوریل و بعد از سبت هنگام فجر روز اول هفته مریم مجدلیه و مریم دیگر به جهت دیدن قبر آمدند انجیل متی باب 28 آیه 1 آه که غم به طور حیرت انگیزی دیر یاد میگیرد و اینکه اصلا نمیخواهدم یاد بگیرد و یا بفهمد آیا دو خواهری که به کنار قبر عیسی آمدند درباره رستاخیز خداوندشان و به خصوص گفته های او درباره رستاخیز خیش چیزی یاد گرفته یا فهمیده بودند آنها به جز مرگ مسیح بر صلیب چیزی نمیدانستند دلهای سوگوار بسیاری از قبرستان غمهای خود قیام نمودند اما شاهدان محزون بسیاری درک نکردند که آنچه در ضعف کاشته شده روزی در قوت برخواهد خواست تسلی دلهای سوگوار در این است این زنها تصور کردند که زندگی عیسی در قبر خاتمه مییابد در حالی که این تدارکی بود برای تاجگذاری مسیح اما آنها درک نکرده و یاد نگرفته بودند عزادار بودند و گریه میکردند و باز به سوی قبری برمیگشتند که فقط و برای همیشه قبر بود ساکت و غمگین در مورد بسیاری از ما نیز همین گونه است هر کس قبری دارد که در کنارش می نشیند و میگوید، این درد و رنج من درمان ندارد من در این هیچ مفهومی نمی بینم من هرگز تسلی نخواهم یافت اما درست در همین اعضای قبرستانی و ناامید کننده ماست که خداوند با قوت قیامش منتظر است تا بر ما آشکار شود هر جا که مرگ ما ظاهر می شود منجی قیام کرده ما در آنجاست هر جا که امید کاملا ناپدید می شود برکات فراوان آغاز می گردد در تاریکترین ترین لحظه هاست که پرتوبهای درخشان نور طلوع می کند وقتی می بینیم که خدا دردهای ما را شفا داده و به ما تسلی بخشیده است رنج ما کاهش خواهد یافت آمین شالوم پدر بر فرزندان 26 آوریل بلکه همه چیز را نیز به سبب فضیلت معرفت خداوند خود مسیح عیسی زیان می دانم که به خاطر او همه چیز را زیان کردم و فضله مردم تا مسیح را دریابم فیلیپیان باب سه آیه هشت ما علاقه داریم در این فکر باشیم که بزرگترین خدمات را برای انسانها انجام می دهیم وقتی قوی هستیم و توان انجام وظیف بزرگی را داریم دلها و دستهایمان مملو از خدمات نیکو مفید هستند اما وقتی در انزوا قرار میگیریم و از دردها رنج میبریم وقتی مریض هستیم و به ناچار از تمام فعالیت های خود دست میکشیم این تصور در ما شروع میشود که گویا دیگر مفید نیستیم به درد چیزی نمیخوریم و ناامید میشویم وقتی دردها و رنجهای خود را با صبر و روح مطیع تحمل کنیم روشن است که به اطرافیان خود خدمت بزرگتری را تقدیم می داریم و باعث برکات بیشتری بر آنها می شویم تا زمانی که سالم و مشغول به کار بودیم رنج ها موجب سوختن ما می شود و با سوختن است که به اطراف خود نور می افشون. جلال و شکوه فردا از مشقت طاقت فرسای امروز متولد می شود بسیاری طالب افتخار هستند اما میخواهند بدون صلیب یا بدون سوختن بدرخشند فراموش میکنند که پیش از تاجگذاری باید بر صلیب رفت با مصیبت های بسیار می باید داخل ملکوت خدا گردیم اعمال رسولان باب 14 آیه 21 آمین با درود و در نام خداوندمان عیسی مسیح 27 آوریل من اولم و من آخر و من آنکه زنده است مرده بودم اما اینک ببین که زنده جاویدم کتاب مکاشفه باب یک آیه هیجده ای گلها ای سوسنهای صحرا امروز برایم از داستان شیرین و کهن ابدیت بگویید همان گونه که برای بسیاری از مردم دردمند و گرانبار بازگو کردید ای کتاب محبوب و دیرینه من بگذار باز هم در صفحات تو آن حقیقت پایدار را بیابم که مرگ برایم نفع است ای شاعران برایم اشعاری را بسرایید که هر بیت آن حیات جاودانی آشکار شده در انجیل را بیان می کند. ای سرایندگان یک بار دیگر ترانه های شادمانی را برایم بسرایید مزامیر زیبا و باشکوه رستاخیز را ای درختان و گلها پرندگان دریاها آسمانها بادها بسرایید بار دیگر برایم زمزمه کنید بر یکدیگر تنین بیفکنید بگذارید تا پیغام پرجلال رستاخیز در هر ذره ای به تپش درآید در همه اناسور و اتم ها بگذارید که هوا از آن پر شود بگذارید تا بارها و بارها و بارها بازگو گردد تا امید تبدیل به یقین شود و یقین به وفاداری و پایداری تا مانند پولس ما هم بتوانیم از وادی مرگ با پیروزی و ایمان استوار و چهرهی خندان به سوی وطن جاودانی خیش عبور نماییم آمین با درود و در نام خداوند ما مسیح 28 آوریل اما بین اسرائیل نزد خداوند فریاد برآوردند و خداوند رهانندهی برایشان برانگیخت که ایشان را نجات داد یعنی اتنیل پسر قناز برادر کوچک کالیب را داوران باب سه آیه نو خدا شجاعانش را آماده می کند و وقتی زمان مناسب فرا برسد و امکانان فراهم شود در یک لحظه آنها را در جاهای خود قرار می دهد و دنیا حیرت می کند که اینها از کجا آمدند دوست عزیز اجازه بده تا روح القدس با تربیت ویژه خود تو را آماده سازد و وقتی او کارش را بر سنگ مرمر زندگیت به اتمام رساند برای خدا آسان خواهد بود تا تو را بر وظیفه‌ای که برایت تعیین شده بگمارد سرانجام آن روز خواهد آمد که در سلطنت هزار ساله ما نیز مانند اتنیل بر ملل دنیا داوری و حکومت خواهیم کرد و با مسیح بر زمین سلطنت خواهیم نمود اما پیش از فرارسیدن آن روز خدا باید ما را آماده سازد همانطور که اتنیل را آماده ساخت بدی است که وقتی خدا اتنیل را برای زمین آماده میسازد مقامی هم در بالا برایش در آسمان تدارک میبیند همه راه های رفی زندگی غالبا از میان دشت های پست میگذرند هر کس برای رسیدن به قله های پیروزی در زندگی باید پیش از آن از راه های زیرزمینی بگذرد آمین شالوم پدر بر فرزندان 29 آوریل الیاس یا ایلیا مردی بود صاحب حواس مثل ما یعقوب باب پنج آیه هفت خدا را شکر برای ایلیا او رفت و زیر درختی نشست همونطور که خیلی وقتا ما هم همون کار رو میکنیم و می نشینیم گله و شکایت کرد همانطور که من و تو هم کردیم تردید کرد همان گونه که ما تردید میکنیم اما وقتی با خدا رابطه ایجاد نمود در همان وضعیت سابق نماند اگرچه مردی بود مثل ما دارای تمایلات جسمی اما با تمام قلب دعا کرد در زبان اصلی میگوید به دعا ادامه داد پس درسی که یاد میگیریم این است که به دعا ادامه بدهیم در بالای کوه کرمل صعود کن و تفاوت ایمان و دیدار را ببین او به آتش نیاز نداشت و درخواست آتش نکرد او به باران نیاز داشته و همچنان که آتش از آسمان آورده بود اکنون با ایمان خود میتوانست سیلاب جاری سازد کتاب مقدس میگوید که او نشست و صورتش را در میان زانوانش گرفت طوری که کسی را نمیدید و صدایی را شنید ردایش را بر سرش کشیده و خود را از دنیای خارج جدا ساخته بود سپس به خدمتکارش گفت برو ببین آیا ابری دیده می شود؟ خدمتکار رفت و برگشت و فقط یک چیز گفت هیچ در این گونه موارد بعضی چیکار کار می کنند؟ ناامید می شود و دیگر به دعای خود ادامه نمی دهند اما ایلیا آنطور عمل نکرد او خدمتکار خود را بارها و بارها فرستاد و او هر بار با همان پاسخ برگشت هیچ ولی بالاخره او آمد تا بگوید که درست به اندازه کف دست انسان ابری را در افق میبیند فقط یک نفر دعا کرد و دعا کرد تا پنجره های آسمان باز شدند و اخاب پادشاه حتی فرصت نکرد از باران نجات پیدا کند آیا من و تو می توانیم آنطور دعا کنیم؟ بگذار دیگران برایت خبرهای نامد کننده بیاورند اما تو هرگز ناامید نشو خدای زنده باز هم بر تخت خیش نشسته است و تا تأخیر او نیز با هدف نیکویی است آمین با درود و در نام خداوند مانیسای مسیح سیوم آوریل و این گاوان زشت صورت و لاغر گوشت آن هفت گاو خوب صورت و فربه را فرو بردند و سنبول های لاغر آن هفت سنبول های فربه و پر را فرو بردند پیدایش باب چهل و یک آیات چهار و هفت در این خواب فرعون حقیقتی هست که به ما هشدار می دهد. بهترین سالهای زندگی ما، بهترین تجربیات، بزرگترین پیروزی ها و بهترین خدماتی که انجام دادیم ممکن است دستخوش ناکامی، شکست، شهرت بد و ضعف شوند. زندگی بسیاری از کسانی که در خدمت روحانی متعهد بودند، و تأثیر نیکویی داشتند به این صورت خاتمه یافته است. استی گوردون میگوید که ما فقط از یک راه می توانیم جلوی این مصیبت بیمورد و دردناک را بگیریم و آن این است که هر روز و هر ساعت در رابطه زنده با خدا به سر ببریم. تجربیات پرسمر، موفق، پربرکت و پیروزمند زندگی که در گذشته به دست آمده اگر چنانچه موجب بیدار شدن و نمایاندن وضعیت کنونی ما نمی شوند اگر ما را امروز و حد امین الان به سوی تجربیاتی بهتر و غنیتر هدایت نمی کنند نه فقط برای امروز ارزشی ندارند بلکه باید کاملا فراموش شوند ماندن هر روزه در رابطه زنده با عیسی خداوند آن چیزی است که ما را از همشکل شدن با گاوان زشت صورت و خوشه های نازک حفظ می کند. آمین.